خوش آمدید به هارتاک. با من زینب بداوی. رهبران جهان عرب شرایط جاری در عراق را خطرناک‌ترین وضعیت در تاریخ این کشور و همینطور تهدیدی برای امنیت کل منطقه خواندند. جنگجویان جهادی گروه داعش که حتی در مقایسه با القاعده هم افراطی‌تر به نظر می‌رسند، کنترل بخش‌های بزرگی از عراق و از جمله موسل، دومین شهر بزرگ این کشور را در اختیار گرفتند. هزاران نفر خانه و کاشانه خود را رها کرده و گریختند. عراقی‌ها تشویق شدند که سلاح به دست گرفته با شبه نظامیان داعش مقابله کنند، موضوعی که به احتمال بروز یک درگیری خونین فرقه‌ای دامن زده. مهمان امروز من طارق هاشمی، معاون پیشین و فراری رئیس جمهوری عراق است. رهبران سنی مذهبی همچون او برای ممانعت از تجزیه عراق چه باید بکنند؟ طارق هاشمی در استانبول، به هارتاک خوش آمدید. آیا به نظر شما احتمال داره که بخشای بیشتری از عراق به دست ستیزه جویان داعش بیفته؟ خیلی متشکرم زینب. لطفاً اطلاعات درباره اون چه که در کشور من میگذره رو تصحیح کن. اون چه که دهم ماه ژوئن در موسل اتفاق افتاد در واقع شورش یا خیزش مردمی بود که از اوضاع به تنگ اومده بودن. Revolt. ISIS just part of many groups. گروه داعش تنها یکی از چندین گروهیه که در ایجاد تغییرات در موسل و به دنبالش کرکوک و صلاح الدین و چه بسا بغداد نقش داشتن. The change happened in Mosul and thereafter in Kirkuk and Salah al-Din and due course might be Baghdad. بنابراین باید این موضوع رو کاملا روشن کنیم که داعش به هیچ عنوان تنها گروه فعال در اون مناطق نیست و نمیتونه همه کسانی رو که به دنبال ایجاد تغییرات در کشور هستن نمایندگی کنه. حتماً میدونید که تونی بلر در تلویزیون بی بی سی گفت که نقطه آغاز این بحران شناسایی طبیعت و جنس این درگیری هاست، یعنی مقابله با افراطی‌گری اسلامی. جنگ جاری در عراق همینه، اینطور نیست؟ No, not necessarily. In fact, Zainab, what happened in Mosul on the نه، الزاماً اینطور نیست. زینب، اونچه که در دهم ماه ژوئن در موسل اتفاق افتاد رو نباید و نمیشه جدا از اونچه که از یک سال و نیم پیش در شش استان بزرگ عرب و سنی نشین کشور در جریان بود در نظر گرفت. Arab Sunni majority province and six months. شش ماه پس از اقدام نظامی خشونت‌آمیز و نظامی نوری مالکی در فلوجه و رمادی، بنابراین اون چه که در موسل اتفاق افتاد تنها ادامه و گسترش خشم و خیزش مردم عرب و سنی مذهبی که مستأصل شده بودند، نادیده گرفته شده بودند و در نتیجه اعتماد و علاقهشون به روند سیاسی جاری در کشور و حتی اعتمادشون نسبت به جامعه بین‌المللی رو از دست داده بودند و عملاً چاره دیگه ای نداشتن جز اینکه خودشون دست به کار بشن و برای به دست آوردن حقوق مشروعشون تلاش کنن. But to raise hand and try to restore their legitimate rights. فلوجه شش ماه پیش به دست داعش سقوط کرد، بعدش هم نوبت موسل و تکریز رسید. آیا به نظر شما ابوبکر البغدادی، رهبر داعش، در واقع داره اعراب سنی مذهب عراق رو که به گفته شما سرکوب شده بودن نمایندگی میکنه؟ سنی عربز این عراق. Again, I am not denying and try to not giving. بازم میگم قصد ندارم نقش و تاثیر و به خصوص اهمیت داعش در شکل گیری این بحران رو انکار یا کم رنگ کنم. They maintain a strong existence and influence. گروه داعش یکی از بانفوذترین و تاثیرگذارترین نیروهای موجوده که در این بحران هم نقش مهمی ایفا میکنه. تردیدی در این مورد وجود نداره. اما اینکه بگیم تمام اونچه که در فلوجه، انبار و سایر مناطق پیش اومده نتیجه فعالیت داعش درست نیست. شاید بشه گفت که گروه داعش فعالترین گروه نظامی در این جریانه، اما غیر منصفانه است که 14 گروه شبه نظامی دیگر رو که اونها هم در این شرایط فعال هستند به حساب نیاریم. داعش تنها بخشی از این نیروهاست.
the whole operation now on the ground and part of it is ISIS. بله متوجه هستم، اما خود شما آقای طارق هاشمی تا اوایل همین سال جاری معاون رئیس جمهوری بودین، اما در حال حاضر فراری هستین و به ترکیه پناه بردین، اونم به خاطر اینکه دولت نوری مالکی شما را غیابی به اتهام خیانت محاکمه و محکوم به اعدام کرده و به همین دلیل شما الان در ترکیه هستین. اما واقعیت جاری اینه که الان داعش در مناطق سنی نشین عراق به شدت فعاله. آیا همین کافی نیست تا رهبران میانه روی سنی مثل خود شما رسما با این نیروهای افرادی و جهادی مرزبندی کنن و ازشون فاصله بگیرن؟ Well, yes, definitely. In fact, we do have a different agenda. بله قطعا همینطوره. ما طرح و برنامه متفاوتی داریم. ما به حکومت دموکراتیک و برقراری قانون معتقدیم. بی تردید بخشی از افراطی ها نیستیم و اونها هم جزء ما نیستن. در حقیقت نه آمریکایی ها و نه ارتش عراق هیچ کدوم نبودن که مناطق سنی نشین کشور رو از وجود نیروهای القاعده پاک کردن، بلکه خود قبایل عرب و سنی منطقه بودن که با موفقیت این کار رو به سرانجام رسوندن. اما سوالی که من از جامعه بین المللی و به خصوص آمریکا دارم اینه که این قبایل عرب سنی در مقابل این کار چه پاداشی گرفتن؟ تنها چیزی که شاهدش بودیم سرکوب خشن و نظامی مردم فلوجه و رمادی از سوی نوری المالکی بود. And against Ramadi. This is the reward. So okay, but you have to speak out. خب اما شما باید به روشنی این رو بگید. آیا با رهبران اصلی سنی مذهب، عضو هیئت علمای مسلمان، متشکل از گروهی از روحانیون تندروی سنی مذهب که هفته پیش بیانیه‌ای منتشر کردن موافقید؟ اونا در گذشته از شورشیانی که با نیروهای آمریکایی می‌جنگیدند پشتیبانی کرده بودند. بنابراین مشخصه که گروه تندروی هستند. اما با درخواست گروه داعش برای حمله به شهرهای مقدس شیعیان یعنی کربلا و نجف مخالفت کردند و برعکس از عراقی‌های سنی خواستند که در کنار هموطنان شیعه مذهبشون بمونند. Definitely, in fact, we are not our agenda and the bottom line is quite clear. قطعا همینطوره زینب. همونطور که گفتم ما طرح و برنامه متفاوتی داریم و هیچ گونه تبعیضی علیه شیعیان در برنامه ما جایی نداره. ما هیچ مخالفت و ضدیتی با اماکن مقدس شیعیان نداریم. اونها شرکای ما در کشور هستند و ما به همزیستی در کنار هم معتقدیم. اونها برادران ما هستند. In the country we believe in coexistence. They are our brothers. ببخشید که حرفتون رو قطع میکنم، اما پس چرا در روز 11 ژوئن یعنی فردای سقوط موصل بیانیه‌ای دادین که شفق نیوز منتشر کرد و در اون گفتین که از انقلاب مردمی که در موصل محروم و مستضعف نگه داشته شده بودن استقبال می‌کنید؟ من دارم درباره جامعه عرب سنی حرف میزنم. اصلا قصد دفاع از خشونت ها رو ندارم. اما به نظر میاد که شما از اقدامات داعش استقبال کردین. No. This is a misleading fact. I am going to prosecute them. نه اینطور نیست. در واقع من قصد دارم شفق نیوز رو دادگاهی کنم، چون اونا چیزی رو که من روی صفحه فیسبوکم نوشته بودم تغییر دادن. من از داعش حمایت نکردم و حتی حرفی از مداخله در این بحران نزده بودم. من فقط گفته بودم این تحولات بخشی از انقلاب مردمیه و من از اون انقلاب حمایت کرده بودم. تحت هیچ شرایطی نباید این موضوع ها رو با هم مخلوط کرد. ما افراطگرا نیستیم و هیچ ارتباطی با تروریسم نداریم. این حرف آخر ماست و در حقیقت برنامه های ما کاملا روشنه. به روشنی گفتیم که تروریست ها در مناطق ما جایگاهی ندارن. اما زینب، همونطور که قبلا هم گفتم، مشکل اصلی اینه که جامعه بین المللی پشت ما رو خالی کرد و ما رو تنها گذاشت. من بارها از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا درخواست کردم. حتما سفر 7 ماه پیش من به پارلمان اروپا رو یادت هست. شما یکی از رهبران اصلی سنی های میانه رو هستید، اما آیا با نظر پروفسور فواز جرجس، استاد و مدرس علوم و مطالعات خاورمیانه در دانشگاه اقتصاد لندن موافقید؟ اونجا که میگه سنی های عراق برای شکست دادن نوری مالکی حتی حاضرن با شیطان هم پیمان و هم بستر بشن و این سرچشمه واقعی خطره؟ نوری المالکی، this is where the danger lies.
Anyway, I am not in agreement. In fact, although خب من با این نظر موافق نیستم. اگرچه که میتونم درباره مصائبمون بیشتر توضیح بدم. موضوع اینه که ما امیدمون رو از دست دادیم و نیازمند یک راه حل رهایی بخش هستیم. چیزی فراتر از اونچه که در 11 سال اخیر در کشورمون رخ داده. الان دیگه ثابت شده که تحولات سیاسی به بن‌بست رسیده. ما امیدمون به روش‌های دموکراتیک برای مقابله با ایجاد آشوب سازمان‌یافته و هدفمند در سازوکار سیاسی کشور رو از دست دادیم. چرا که نوری مالکی قدرت رو به طور کامل و یک جانبه در اختیار گرفت. To rectify the systematic drifting of the political process. سازمان امنیت، پول، سیستم قضایی، رسانه‌ها و خلاصه همه چیز رو در اختیار گرفت و داره کشورم که قرار بود تبدیل به کشوری با ساختار دموکراتیک بشه رو به سمت یک حکومت استبدادی دیگه سوق میده. And drifting my country from building a new country, a new democracy. Alright, so is it too late then? To restoring some sort of tyranny. آیا فکر میکنید که دیگه دیر شده؟ میشه لطفاً به این نکته پاسخ بدید؟ صرف دو سه سال اخیر شاهد این بودیم که نیروهای داعش داشتن در بدنه اصلی سنی‌های میانه رو مثل خود شما نفوذ میکردن. آیا فکر میکنید الان برای مرزبندی با اونها و حذف افراطی‌ها از بدنه جامعه سنی‌ها خیلی دیر شده یا اینکه هنوز میشه این کار کرد؟ یعنی زینب this is not our priorities time being in fact because they are fighting زینب راستش رو بخوای در حال حاضر این از اولویت های ما نیست چون ما داریم برای پایان دادن به بی‌عدالتی فساد و تبعیض مبارزه میکنیم for the corruption for the discrimination I must be very clear on that. باید این رو کاملا روشن کنم. ما اهداف مشخصی داریم که حالا اتفاقا داعش هم داره همون اهداف رو دنبال میکنه. پس میگین که دارین در راه یک هدف میجنگید. پس بذارید این رو مشخصم بپرسم. آقای طارق هاشمی، آیا شما و سایر رهبران میانه روی سنی حاضرید برای شکست دادن افراطی های جهادی دشمنی با نوری مالکی رو کنار بذارید؟ We will not be part of the extremist agenda. زینب، simple as that. ما هرگز بازیچه و آلت دست افراطی‌ها نخواهیم شد. به همین روشنی ما برنامه‌های خودمون رو داریم و برای تحقق اونها مبارزه می‌کنیم. تندروهای افراطی طرح‌های خودشون رو دارن. ما هیچ ارتباط و همکاری با اونها نداریم. اما به هر حال اونها وجود، حضور و نفوذ دارن. به نظر شما چرا انقدر قوی و متنفس شدن؟ دلیلش استیصال مردم ناشی از رفتار تبعیض‌آمیز نوری مالکی و همپیمانانشه. دلیلش اینه که آمریکا سرنوشت کشور ما رو در دست ایران قرار داده. ما نگران اوضاع جاری و اون چه که در کشورمون میگذره هستیم. اما با ما مثل شهروندان درجه دو برخورد میشه. در نتیجه جوانها به اون طرف متمایل میشن و ما داریم نفوذمون رو حتی روی جوانهامون از دست میدیم. حتما پیام سال 2008 من رو یادت هست. اونجا که خطاب به جوانها گفتم که نگاه و مسیرتون رو عوض کنید و دیگه با آمریکایی ها نجنگید. گفتم آمریکایی ها میرن و کشورمون رو رها میکنن. Try to be a partner in the political process. ازشون خواستم که تلاش کنن در مسیر تحولات سیاسی قرار بگیرن. اونها هم به پیام ما گوش دادن، پذیرفتن و به ساختار سیاسی پیوستن. اما بعد از 3-4 سال احساس کردن که ما فریبشون داده بودیم. خیلی هاشون الان زندانی یا آواره و بیکار شدن. And they just now behind bar, behind prison. And they are becoming refugees. But are you not worried? And they are out of job. Are you not worried? You talk about the alienation and the discrimination that the Sunni communities in Iraq experience. And that آیا نگران نیستید؟ گفتید علیه سنی های عراق تبعیض وجود داره. این موضوع در بحران جاری هم دیده شده. اما آیا نگران این نیستید که در کنار افراطی های جهادی قرار بگیرید که دیگه تبدیل به یک تهدید جهانی شدن و مرزهای سیاسی رو قبول ندارن و میخوان یک خلافت اسلامی راه بندازن؟ از قرار گرفتن کنار اونها نگران نیستی؟ Rafah in Syria for instance, are you not worried about being allied with them? من در کنار اونا قرار نمیگیرم. ولی گفتید هدف مشترکی دارید. گفتید هدفتون مشترکه. شرایط این وضع رو به وجود آورده. به خاطر اون چه که در موسل میگذره نباید من رو متهم کنین. در واقع باید آمریکایی ها و نوری مالکی رو مقصر دونست. چون قدرت و نیروهای امنیتی که در اختیار من نیستن، در اختیار آمریکا و نوری مالکی هستن. چرا من رو مقصر قلمداد میکنید؟ The security file not in my hand. Okay, the Americans. The security file in hand of the Americans, as well as Nur al-Maliki. Okay, نه، به این دلیل اینها رو پرسیدم که الان گروهی از سنی‌های میانه‌روی با نفوذ در عراق وجود دارن، مثل اسامه الدولیمی رئیس پارلمان که گفته قصد داره با نوری مالکی صحبت کنه و ببینه آیا میشه راهی برای خروج از این بحران پیدا کرد و جلوی پیشروی داعش رو گرفت یا نه.
منم مایلم که به یک راه حل سیاسی برای خروج از این بحران برسیم. منم واقعا دوست دارم که این اتفاق بیفته. اما چطور میشه با نوری مالکی و دولتش مذاکره کرد؟ با کدوم بستر؟ همونطور که گفتم ما رو به کلی به حاشیه روندن. چندین سالی که داشتم به سازمان ملل، شورای امنیت، ایالات متحده، اتحادیه اروپا نامه می نوشتم و توجهشون رو به گسترش افراطی‌گری در جامعه خودمون جلب می کردم. In our community. اما گوش کسی بدهکار نبود. تازه حالا فعال شدن. تازه بعد از تمام اتفاقاتی که در موسل افتاده، کشورهای غربی بیدار شدن و میپرسن چه اتفاقی افتاده. من واقعا نمیتونم این نوع سیاست و رویکرد رو درک کنم زینب. بسیار خوب، اما حتما قبول دارید که بعد از دهه ها یا حتی قرن ها فرمانروایی سنی ها در عراق و از جمله سرکوب گسترده شیعیان در دوران صدام حسین شاید وقتش رسیده باشه که در این وضع تجدید نظری بشه. یادمون باشه که سنی های عرب تنها 15% از جمعیت عراق رو تشکیل میدن و با احتساب کردها که اونها هم سنی هستن و 20% جمعیت رو دارند، 65% جمعیت عراق شیعیان هستن که همیشه سرکوب می‌شدن. آیا موافقید که باید این وضع عوض می‌شد یا اینکه پذیرفتن این موضوع برای سنی‌های عراق دشواره؟ من با آمار و ارقامی که گفتی موافق نیستم. به نظرم این ارقام گمراه کننده هستند. دوست دارم بدونم این آمار و ارقام از کجا اومده. آمار و ارقام مورد قبول شما در مورد عرب‌های سنی چیه؟ ما اقلیت نیستیم زینب. ما رو نمیشه یک بخش کوچیک و جزئی از عراق به حساب آورد. در واقع ما از اجزای اصلی عراق هستیم. آره، تعداد شیعیان نسبتاً بیشتره. شاید چیزی حدود 50-56% جمعیت باشن. اکثریت رو دارن، اما اکثریتشون نسبیه. ثانیاً، حالا حتی اگه اکثریت رو هم داشته باشن، آیا این منصفانه است که من رو مقصر همه بلاها و بی‌عدالتی‌های رژیم‌های گذشته بدونیم؟ من در سال 2003 پذیرفتم که باهاشون همکاری کنم. قبول کردم که به عنوان یک سیاستمدار در مسیر مسالمت‌آمیز قدم بردارم و با این کار مردم خودم را عصبانی کردم. وقتی که به رفراندوم قانون اساسی رسیدیم، من بودم که سنی ها رو ترغیب کردم که برن و رأی مثبت بدن. بسیار خوب آقای هاشمی، از اینجا قراره به کجا برسیم؟ عراق چطور باید شرایطی رو که اتحادیه عرب از اون به عنوان خطرناکترین دوران تاریخ این کشور یاد کرده پشت سر بذاره؟ راه حل شما برای این بحران چیه؟ زینب، مشکل بزرگتر و فراتر از اونه که عراقی ها به تنهایی بتونن از پسش بر بیان. درخواست من از سازمان ملل اینه که مسئولیتی رو که بر عهده داره بدون هیچ تأخیری به انجام برسونه. باید همه تلاششون رو برای حل بحران عراق بکنن. قبل از هر چیز ما به عنوان نمایندگان سنی های عراق خواستار شناسایی و برخورد منصفانه با جامعه‌مون هستیم. من به هیچ عنوان حاضر نیستم با اتهامات بی اساس رسانه های بین المللی که تلاش میکنن به انقلاب مردم خشمگین و مستاصل ما انگ افراطی‌گری بزنن و اونها رو با داعش یکی قلمداد کنن کنار بیام. این به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و به صراحت میگم که این قبیل اقدامات خشم مردم ما رو بیشتر میکنه. در نهایت طرح و برنامه ما ایجاد و برقراری یک حکومت قانونمدار و مدنی است. بله، این رو میفهمم، اما سوال مشخص من اینه که چطور میخواین از این بحران خارج بشین؟ شما به روشنی گفتین که دلتون نمیخواد داعش به پیشرویش ادامه بده. گفتین که علاقه به هدف اونها برای برپا کردن خلافت اسلامی ندارید. خب شما چه کار میکنید؟ آمریکا گفته که نیروی به عراق اعزام نخواهد کرد، اما همه گزینه‌های دیگر رو مد نظر قرار میده. شما میخواین که جامعه بین المللی چیکار کنه؟
اولین قدم مقدماتی باید این باشه که جامعه بین‌المللی نمایندگان عرب‌های سنی رو دعوت کنه و به حرف‌هاشون درباره اون چه که بر سرشون اومده و همینطور برنامه‌ها و ایده‌هاشون گوش کنه تا روشن بشه که چرا مردم من اونقدر ناراحت و عصبانی شدن که مجبور شدن علیه دولت نوری مالکی دست به اسلحه ببرن. حتما توجیهی برای این تحولات وجود داره. این ربطی به برنامه‌های داعش نداره. موضوع پایان دادن به بی‌عدالتی و تبعیضه. بنابراین اولین خواسته ما اینه که شورای امنیت یک بیانیه منصفانه منتشر کنه و در اون اذعان کنه که متوجه دلیل انقلاب و قیام مردم مستاصل موسل، کرکوک، دیاله، صلاح الدین و بغداد شده. پس قدم اول اینه که جامعه بین‌المللی این وضعیت رو درک کنه و به رسمیت بشناسه. در قدم بعدی میتونیم مسیر رو برای گفتگو باز کنیم تا بتونیم در کنار هم دوباره کنترل کشور رو به دست بگیریم. در حال حاضر هیچ کس نمیتونه شرایط رو تحت کنترل بگیره. خب الان دقیقاً چی میخواین؟ مثلا آیا خواستار کنارگیری نوری مالکی از قدرت هستین؟ آیا میخواین دولت شیعه فعلی امتیاز خاصی بهتون بده؟ دقیقاً چه انتظاری دارید و میخواید جامعه بین‌المللی به چه چیزی توجه کنه؟ It's premature now after the development and on the ground. زینب، با توجه به اون چه که داره اتفاق میفته فکر میکنم الان زوده که بخوام اظهار نظر کنم. شرایط الان عوض شده. تا همین چند هفته پیش ما امیدوار بودیم که نوری مالکی چشمهاشو باز کنه و استعفا بده. اما علی‌رغم خواسته مردم عراق و حتی شیعیان اصرار داره که برای دور سوم نخست وزیر بشه. اما باید این رو بگم که در انتخابات دو ماه پیش رو پیروز شد با رأی 3 برابر بیشتر از نزدیکترین رقیبش و جناحش هم 92 کرسی از 328 کرسی پارلمان رو به دست آورد، یعنی بیشتر از هر گروه دیگه. بنابراین بر اساس اصول دموکراتیک او حق نداره که دولت تشکیل بده. آیا این رو قبول ندارید؟ در سال 2010 ما هم همین مقدار رأی به دست آوردیم، اما چرا نهایتاً ائتلاف العراقیه از حق مشروعش برای تشکیل دولت محروم شد؟ نباید با آمار و ارقام بازی کنیم زینب. خب بذارید در مورد انتخابات اخیر حرف بزنیم و نه قبل. صرف نظر از میزان رأی که نوری مالکی به دست آورده، هنوز نتونسته یک جناح اکثریت رو تشکیل بده. الان شیعه ها هستن، کردها هستن، العراقیه، لیبرال ها، اسلامگراها ها، همه اینها قرار بود که موضعشون رو اعلام کنن، اما اتفاقی که در موسل افتاد همه چیز رو متوقف کرد. بسیار خوب. اجازه بدید 2 سوال کوتاه بپرسم و خواهش میکنم که شما هم کوتاه جواب بدید. آیا با دخالت مستقیم و نظامی کشورهای خارجی در عراق برای مقابله با داعش موافقید؟ نه، قطعا علاقه به این موضوع ندارم. به اعتقاد من حل بحران عراق نیازی به نیروهای خارجی نداره. اون چه که نیاز داریم عقلانیت بیشتره. لطفاً کوتاه بگید، آیا تجزیه عراق به بخشای شیعی، سنی نشین و کرد نشین، یعنی استقلال کامل منطقه خود مختار کردستان، امکان پذیره؟ خب، احتمال این اتفاق وجود داره، اما راه حل مناسبی برای عراقی ها نیست و امیدوارم که کار به اینجا نکشه. آیا فکر میکنید شاهد ادامه درگیری و خونریزی های فرقه‌ای در عراق خواهیم بود؟ اخیراً شاهد این هستیم که گروهی از شیعیان دست به سلاح بردن. آیا فکر میکنید که درگیری های فرقه‌ای اوج بگیره و گسترش پیدا کنه؟ بله، متاسفانه این احتمال هست، به خصوص بعد از فتوای آیت الله سیستانی. حدس میزنم افراطی ها به این موضوع واکنش شدید و خشونتباری نشون بدن و مردم عادی هم ناچار خواهند بود که برای حفاظت از خودشون کاری بکنن. بنابراین بله، من متاسفانه حدس میزنم که شاهد خونریزی های بیشتری باشیم و به همین دلیل که از شورای امنیت و سازمان ملل متحد میخوام که مداخله کنن و راه حلی برای وضعیت کشورم پیدا کنن. تاریخ هاشمی در استانبول، از اینکه در هارتاک شرکت کردید خیلی ممنونم.